درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی. من دکتر جواد نفیسی هستم، خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه درد دل روان امشب که روزهای پنجشنبه در ساعت 7 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 12 ساعت بعد هم باز پخش داره، امروز من راجع به یک نوع بخصوصی از افسردگی که بسیار مشکل درمانه و معمولاً تمام عمر با یه فردی بوده صحبت میکنم. در این افراد افسردگی میشه یه نوع زندگی برای اونها، میشه به قول انگلیسا a way of life for them، و غیر از افسردگی اونها حال دیگه رو در طول زندگیشون حس نمی کنن. اجازه بدید که همونجوری که یکی از این افرادی که این افسردگی مزمن رو داشت به زبان خودش بیان کرد، من این کلمات اون رو برای شما بینندگان گرامی بازپخش کنم. اون میگه افسرده بودن تنها حالی است که من میشناسم. غم برای من آشناست و بخشی از منه. برای من هر روز افسرده بودن دلپذیره. من با غم های و لول می شوم و هیچ چیز دیگری برای من مهم نیست، چون هیچ چی نمی تونه حال من دیگه خراب کنه. ولی اگر شاد بودم زندگی برایم مشکل می شد. من به غم عادت کردم. افسردگی و غم جزء هویت منه. این افراد همونجور که شنیدید غم و افسردگی مثل رنگ پوستشونه، مثل رنگ چششونه و برای اونها هیچ جور دیگه قابل درک و فهم نیست. این تنها راهیه که حس میکنن و همونجور که ایشون گفتن یه قسمتی میشه افسردگی، میشه یه قسمتی از هویت آنها. این نوع افسردگی چون دائمه با اون افسردگی هایی که به علل اتفاقاتی که در زندگی ما صورت میگیره به قول انگلیسا تریگرینگ فاکتور وجود داره فرق داره. اونا حمله ایه، یه اپیزود به وجود میاد و حالا چه با درمان چه بدون درمان بعد از یه مدتی معمولا از بین میره تا اینکه یه اتفاق دیگه میفته و یک اپیزود و یه مرحله دیگه از افسردگی دوباره خودشو نشون میده. یا در کسانی که دو قطبی هستن یا بایپولار هستن اینا یه نوساناتی دارن که این نوساناتشون هم میتونه به وسیله عوامل خارجی برانگیخته بشه، تریگر بشه، و یا اینکه ممکنه خودجوش این مرحله افسردگی یا مانیک خودشو نشون بده. ولی در این گروهی که من دارم صحبت میکنم و این نوع افسردگی که مادام العمره، این افراد از اون موقعی که یادشون میاد افسرده بودن. اونا غیر از افسردگی دیگه چیزی حس نمیکنن. اینا مثل یه آدم نابینایی هن که هیچ موقع ندیدن، هیچ موقع بینایی نداشتن، نمیدونن بینایی دید چیه.
نمیدونن خوشحالی چیه، نمیدونن شعف چیه. و وقتی هم دیگران دارن میگن و میخندن و خوشن و اینا، برای اونها معنی نداره. اونها یه حالت فلت دارن، یه حالت مثل یه لاستیکی که پنچره، همینجوری هیچ بانس نمی کنن، هیچ بزنین زمین بلند نمیشن، مثل یه توپ بیباده. اینا همیشه یه حال به خصوص دارن که عوض نمیشه. به این افراد گفتن برای تشخیص، گفتن اینها افسردگی شخصیتی دارن، یعنی character depression، یعنی شخصیتشون اینه. اینا این زمینه افسردگی همیشه اونجا مثل یه رودخونه زیرزمینی در جریانه. البته در این افراد هم این زمینه افسردگی همیشه اونجا هست، ولی امکان داره شدتش گاهگاهی به علتی بیشتر بشه و اینا افسرده تر و درمانده تر و منزوی تر بشن. متاسفانه همونجور که خدمتتون عرض کردن، درمان این افراد کمی مشکل تر از اون افسردگی هاییه که انقدر مزمن نیستن و معمولا هم با گوشه‌گیری و انزوا همراهه و معمولا هم با خودش استراب هم داره. و چون این مدت طولانی این افسردگی ادامه داره، روی بقیه اعضای بدنم اثر میذاره، ننچه بیماری های سایکوسوماتیک یا روانتنی هم در این افراد افسرده مزمن بسیار شایع تره. و اگر در نوجوانان و جوانان نگاه بکنیم به این افسردگی مزمن، میبینیم که اون جوانان و نوجوانانی که تمایل به خودآزاری دارن و یا سابقه خودآزاری دارن، مثلا با تیغ دستشونو میبرن یا دست سعی میکنن دست به کارهای خطرناک بزنن یا از مواد سمی و مضر استفاده کنن یا داروها استفاده کنن، و همچنین هستن اونهایی که سعی میکنن خودشون خفه کنن ولی بعد جون سالم به کار میبرن، مثلا سعی میکنن خودشون دار بزنن، در این افراد خصوصا در نوجوانان و جوانان متاسفانه در این که موفق بشن که جون خودشون رو بگیرن و خودکشی کنن امکانش زیاده. و یا اگر هم این که به نظر برسه که به طور عمدی این افراد خودکشی نکردن، اینها ممکنه اعتیاد پیدا کنن و بدن با اووردوز و زیاد مصرف کردن مواد مخدره و یا سایر مواد جون بدن، و یا به علل غیر طبیعی بمیرن، چون این افراد عمر طبیعی معمولا نمی کنن و زودتر از افرادی که افسرده نیستن عمرشون کوتاه‌تره و زودتر فوت میکنن. و در هر جامعه شما این افسردگی مزمن یا افسردگی شخصیتی رو میبینید که متاسفانه معمولا تمایل به خودآزاری هم دارن و به خودشون صدمه میزنن و امکان خودکشی در اونها علارغم درمان هم زیاده. و آمار نشون داده که میون این افراد افسرده اگر سابقه شون نشون بده که سعی کرده بودن خودشون رو با یه اسلحه گرم مثل یه تپانچه خودشون رو بکشن ولی جون
موفق نشدن و سالم موندن، امکان این که بالاخره موفق بشن بسیار زیاده، خصوصا اونایی که اعتیاد پیدا میکنن و یا الکولیک میشن. و آمار نشون میده که اون کسایی که به طور مکرر مست میکنن و از خود بی خود میشن، در اون گروه هم که افسرده هم هستن خودکشی بیشتر از سایرین دیده میشه. و در مورد این افرادی که الکولیک میشن، آمار یه موضوع جالبی رو نشون میده. آمار نشون میده که در ناحیه هایی که در شهرها یا استیت ها و ایالت هایی که سن استفاده از الکل رو به طور مجاز بالا بردن، یا مالیاتی که روی مشروبات الکلی گذاشتن بالا رفته و قیمت الکل رو بالا برده، یا اینکه قوانین رو خیلی سخت کردن برای کسانی که میخوان رانندگی کنن ولی تحت تاثیر مشروبات الکلی هستن، در هر صورت در همه این مواردی که خدمتون عرض کردم باعث شده که مصرف الکل در اون شهر، در اون اجتماع کمتر شده. در نتیجه خودکشی ها هم در اون مناطقی که قوانینشون سخت‌تر بوده و سن حداقل سن مصرف الکل به طور مجاز بالا بوده، خودکشی ها هم کمتر شده بود. یک موضوع دیگه که باید در نظر بگیریم این که در این افرادی که افسردگی مزمن دارن، اختلالات شخصیتی بسیار شایعه. این بوردرلاین پرسونالیتی یا شخصیت مرزی و یا شخصیت اسکیزو تایپا و یا شخصیت پسیو اگریسیو منفعل پرخاشگر و یا شخصیت وابسته دیپندنت و یا شخصیت هیستریکال، اینا به طور شایعی در این افسردگی های مزمن دیده میشن. و به طور کلی در همه این افراد به اضافه اختلالات شخصیتی، ما میبینیم که اشکالاتی در سلف استیم اونها هست، در عزت نفس اونها وجود داره پایینه، یا اعتماد به نفس ندارن، سلف کانفیدنسشون به علت افسردگی تحت تاثیر قرار میگیره، و یا برعکس این اختلالات شخصیتی اونها باعث افسردگی رو میشه، و یا اینا به هم دیگه کمک میکنن، چون این افراد تمایل به خودکوچک بینی دارن و خود یه حالت پوچی عاطفی و روانی حس میکنن. علائم افسردگی معمولا خیلی زود در بچگی در اونها نمایان میشه، چایلدهود دیپرشن رو نشون میدن و در نوجوانی هم نشون میدن، و معمولا تشخیص افسردگی رو در نوجوانی یا جوانی روی اونها گذاشته میشه، گرچه علائم افسردگی در نوجوانان با بزرگسالان ممکنه فرق بکنه. معمولا اونا اختلالات رفتاری پیدا میکنن و به سطح کله شقی و یکدندگی و لجبازی و قانون شکنی و خودآزاری و رفتارهای نامسئولانه، مثلا در دخترها
به صورت رفتارهای جنسی متعدد نامسئولانه و نتیجتاً حاملگی های ناخواسته و همچنین بیماری های جنسی به طور شایعی دیده میشه. و به طور خلاصه میتونیم بگیم که اختلالات شخصیتی سبب افسردگی و افسردگی خودش به طور مزمن سبب اختلالات شخصیتی میشه. پس این دوتا با هم همدست میشن، به هم دیگه کمک میکنن تا زمانی که فرد افسرده رو از پا در میارن. و معمولا هم به این درمانهای عادی مثل داروهای ضد افسردگی و رفتار درمانی و کاگنیتیو تراپی و اونها به خوبی سایر افسردگی ها جواب نمیدن و از نظر درمانی مقاوم میشن به درمان، تریتمنت ریزیستنس میشن. خوشبختانه در این گروه یکی از طرقی که خوب اثر میده زمانیه که با اونها به طور فعالی روانکاوی کوتاه مدت صورت بگیره و اگر روان درمانی پویایی صورت بگیره، اینتنسیو داینامیک سایکوتراپی صورت بگیره، با هدف اینکه به ریشه و هسته مرکزی این بیماری ها دسترسی پیدا بشه و اون عوامل افسردگی زا رو تشخیص داده بشه و اونها درمان بشه، میشه این بیماری رو ریشه کن کرد. ولی متاسفانه در صحنه درمانی روانپزشکی فعلی بیشتر تاکید روی دارو درمانیه، چون خیلی راحت‌تر و ساده‌تر صورت میگیره. و من باید خدمتتون عرض کنم که شرکت‌های دارویی هم به شیوع دارو درمانی در افسردگی ها کمک میکنن، چون منافع شخصیشون در کاره. ولی معمولا این نوع افسردگی مزمن خوب به دارو درمانی جواب نمیده و این افراد میبینیم که همینجور انواع و اقسام داروها رو یکی بعد از دیگری استفاده کردن، اگر هم یکم کمک کرده بعد از یه مدتی دیگه بی اثر شده و از این روانپزشک به اون روانپزشک، از این دکتر به اون دکتر، از این روان درمانگر به یه روان درمانگر دیگه رجوع کردن و خسته و درمانده میشن در آخر. و در چند سال اخیرم یک نوع دارو درمانی برای این افراد به کار برده میشه که داروی رو به اسم کتامین که خیلی سریع کار میکنه به اونها تزریق میکنن و بسیاری از اونها علائم افسردگیشون که به بقیه دارو درمانی ها جواب نداده بودن به کتامین درمانی جواب میدن. ولی این طریقه درمانیه که به عنوان آخرین حربه درمانی باید به کار برده بشه. همچنین یک نوع درمان دیگه ای هست که بهش میگن ترانس مگنتیک استیمولیشن TMS که از موجهای مغناطیسی استفاده میشه که جریان موج مغناطیسی قوی رو از توی جمجمه عبور میدن و اونم میتونه به این بیماران افسرده مزمنی که به بقیه درمان ها جواب ندادن افسردگیشون رو درمان بکنه، علائم رو از بین ببره. هیچ کدوم اینا شفا نمیده ولی علائم رو خفیف میکنه و علائم رو میتونه درمان بکنه. اینو درمان
فرستادن موج مغناطیسی قوی به مغز به مؤثر بودن اون شوک‌های الکتریکی نیست، ولی عوضش عوارض شدید شوک‌های الکتریکی رو نداره و به همین جهت امروزه داره به طور شایع‌تری ازش استفاده میشه. ولی به نظر من درمان اساسی اینه که بریم اون عامل افسردگی زا رو پیدا کنیم و به این افراد کمک بکنیم که احساسات منفی خودشون رو 180 درجه دور نزنن و تو خودشون نزنن و خودشون کیس و بوکس نکنن و افسرده نکنن و اون احساساتی که اینها از کودکی مدفون کردن اونها رو بالاخره به سطح بیارن، حس و لمس بکنن و با یه دید واقع بینانهی بهش نگاه بکنن و سر جای خودش بذارن و بعد از تجربه کردن این احساساته که میتونن اون مکانیسم‌های افسردگی زارو خونسا بکنن و از بین ببرن و خودشون رو نجات بدن برای همیشه از این افسردگی مزمن. اون چیز دیگه ای که یه عامل دوقلوییه با این افسردگی یه احساس تنهایی و انزواست که متاسفانه امروزه در کشورهای غربی خیلی شایع این تنهایی و انزوای عاطفی و در آمریکا بسیار شایع شده و می‌بینیم که در جامعه آمریکا در حال حاضر تعداد افرادی که تنها و از نظر عاطفی منزوی هستند بسیار در حال ازدیاده و ما می‌بینیم همینطور که با پیشرفت علم پزشکی طول عمر بشر زیاد میشه تعداد افراد تنها هم زیادتر میشه، خصوصا در میان خانم ها چون عمر اونها معمولا بیش از آقایونه و در نتیجه در مراحل آخر عمر ما بیشتر خانم های تنها میبینیم تا آقایون تنها. همچنین میبینیم که یه تغییرات فرهنگی در جریانه که باعث شده که جوانان زیاد علاقمند نیستن که در روابط متعهد بشن و بسیاری تنها زندگی میکنن، ترجیح میدن تنها زندگی کنن و از ازدواج پرهیز میکنن یا حتی اونایی هم که ازدواج میکنن معمولا به یک یا دو فرزند اکتفا میکنن. در نتیجه میبینیم که تنهایی یک عامل بسیار مهمیه خصوصا در جامعه آمریکا در حال حاضر و به نظر من این جو تنهایی عاطفی در میان مردم بیشتر جای نگرانی داره تا گرمایی که ما در جو کره زمین ازش آگاه شدیم و ما رو نگران کرده. لازمه که ما توجهی بکنیم به این زندگی پر دغدغه‌ای که برای بشر در این محیطی که ما درش زندگی میکنیم بکنیم. به صورت روزمره جوانان و میانسنان مجبورم بدو برای درآمد کافی که احتیاجاتشون رو بتونن برآورده بکنن، احتیاجات روزمره شون، زیاد فرصت برای ایجاد یک رابطه نزدیک عاطفی باقی نمیذاره و خیلی از اونها سعی میکنن اصلا فرار کنن از نزدیکی عاطفی و کامیتمنت و درگیر شدن از نظر عاطفی با دیگران
و این فقدان رابطه نزدیکی عاطفی نیست یکی از عواملیه که افسردگی زاست و خصوصا در میان سنها ما به طور شایعی میبینیم و همونطور که قبلا ذکر کردم تنهایی و افسردگی دو عامل دو قلو هستن که به هم دیگه کمک میکنن و به شدت یکدیگر میافزاین تا بالاخره فرد رو از پا در میار. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت جسم و روان میکنم. شب خوش تا پنجشنبه دیگر. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی.